سرخط خبرها، آماده شدن ارتش و سپاه برای مقابله با اقدامات خصمانه باکو در مرز با ارمنستان، صدور دستور آماده باش به نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا در برابر روسیه و وعده جو بایدن به دفاع از جزیره تایوان در برابر حمله ارتش چین. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. در ادامه تحرکات خطرناک سران باکو در نقاط مرزی ایران با ارمنستان، یکی از رسانه‌های وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد که ارتش و سپاه آماده‌اند تا با این تحرکات مقابله کنند. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز دوشنبه اش نوشت ایران کشوری قدرتمند و پهناور است که اگر از امکانات خود به درستی استفاده کند می‌تواند از امنیت ملی خود به بهترین صورت حفاظت نماید. این واقعیت را در دفاع مقدس که توانست هجوم ناروان مردانه رژیم بعث عراق و صدام را خونسا کند و تمامیت ارضی کشور را حفظ نماید دیدیم. آن زمان هنوز نیروی نظامی منسجمی نداشتیم. ارتش در معرض هجوم تبلیغاتی عناصر نفوذی بیگانگان قرار داشت و تجهیزات جنگی چندانی هم در اختیار نیروهای رزمنده نبود. در مقابل ارتش عراق با پول سران ارتجاع عرب، تجهیزات نظامی دولت‌های غربی و مشاورت‌های نظامیان بسیاری از کشورهای حامی صدام هر روز فربه‌تر و مجهزتر می‌شد. با این حال ما توانستیم در جنگ 8 ساله به پیروزی برسیم و صدام و ارتش بعث را به تاریخ بسپاریم. اکنون نیروهای مسلح ما هم از ارتش و سپاه کارآزموده‌تر از هر زمان دیگر و مجهز به سلاح‌های پیشرفته به قدرت اول نظامی منطقه تبدیل شدند. این قدرت نظامی علاوه بر بازدارندگی امکان برخورد با تهدیدها را هم دارد. اگر دولت مردان ایرانی در برابر بعضی تحرکات در مرزها تاکنون فقط به توصیه و نصیحت اکتفا کردن به این معنی نیست که نمیتوانند از قدرت نظامی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی استفاده کنند. آنها ترجیح میدهند مسائل را با استفاده از اهرام دیپلماسی حل کنند تا نیازی به ورود نیروهای نظامی به صحنه نباشد. با این حال همسایگان نباید از این صبر و حوصله سوء استفاده کنند و برخلاف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قدمی بردارند. اگر چنین حرکتی از آنان سر بزند، مسئولان ایرانی زبان توصیه و نصیحت را کنار گذاشته و از قدرت نظامی برای جلوگیری از عملی شدن نیت شوم بعضی سران کشورهای همسایه که حتی در میان مردم خود نیز جایگاه قابل توجهی ندارند استفاده خواهند کرد. در یک هفته گذشته با دیکته رژیم صهیونیستی و همپیمانان منطقه‌ای آن تحرکاتی در مرزهای شمال غرب کشورمان به وجود آمده که به نظر می‌رسد هدف نهایی آن ایجاد تغییر عمده در مرز میان ایران و ارمنستان است، به طوری که نوار مرزی شامل راه ارتباطی میان این دو کشور قطع شود و با ضمیمه شدن خاک این قسمت از نوار مرزی به جمهوری باکو، این جمهوری با ترکیه هم مرز شود. این توطئه مدتی قبل با اخطارهای مکرر مسئولان نظام جمهوری اسلامی مواجه شد، به طوری که رهبری در دیدار اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به او گوشزد کرد که هیچ تغییری در مرزها قابل پذیرش نخواهد بود و رئیس جمهور رئیسی نیز هفته گذشته با اشاره به همین هشدار رهبری گفت ارتباط ایران و ارمنستان نباید به خطر بیفتد و راه‌های ارتباطی باید تحت حاکمیت دولت‌ها باشند. آنچه مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی در زمینه مسائل مرزی ایران و ارمنستان گفتند یک سیاست قطعی است که وزارت امور خارجه کشورمان موظف به اجرای آن است و مذاکراتی که دیپلمات‌های ایرانی با همپیمانان خود در باکو انجام می‌دهند برای جلوگیری از به اجرا درآمدن توطئه اشغال نوار مرزی ایران و ارمنستان و مسدود شدن راه ارتباطی میان دو کشور است. دولت مردان باکو نباید این خیال خام را در سر داشته باشند که با وعده‌های توخالی می‌توانند مسئولین ایرانی را سرگرم کرده و توطئه اشغال نوار مرزی را عملی سازند و ایران را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. آنها باید بدانند که زبان دیپلماسی ما از پشتوانه قدرت نظامی برخوردار است که در زمان مقتضی وارد عمل خواهد شد و هر توطئه‌ای را در نطفه خفه خواهد کرد. به نفع دولت مردان باکو است که با آتش بازی نکنند تا همانند گذشته از امتیازات روابط حصری با جمهوری اسلامی ایران بهره مند باشند. سه‌شنبه هفته پیش ارمنستان از حمله سنگین نظامیان جمهوری آذربایجان به مواضعی در نقاط مرزی با ایران خبر داد. این اقدام سبب درگیری دو روزه بین دو طرف شد که طی آن بیش از 200 سرباز از دو کشور کشته شدند.
مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و ارتش این کشور که در اروپا حضور دارند، گفت که در سایه جنگ اوکراین آمادگی کامل داشته باشند. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، این سخنان میلی در جریان سفر وی به پایگاه نظامی در لهستان که میزبان نظامیان آمریکایی است گفته شده است. میلی افزود همه ما باید آمادگی بالای خود را حفظ کنیم. هرچند وی مدعی شد که سخنانش نشان دهنده هیچ گونه تهدید فزاینده‌ای نیست. وی اظهار کرد در جنگ نمی‌دانیم که چه اتفاقی می‌افتد. شرایط ممکن است تغییر کند. باید با دقت مراقب واکنش روسیه به این مسئله بود. سخنان میلی در حالی بیان می‌شود که چندی پیش شبکه تلویزیونی CNN با انتشار گزارشی فاش کرد که نظامیان آمریکایی مستقر در لهستان به نیروهای اوکراینی آموزش نظامی می‌دهند که چگونه از تسلیحات ارسال شده غربی علیه روسیه استفاده کنند. این رسانه تصویری آمریکایی گزارش داد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 8 فروردین ماه 1401 گفت که نظامیان آمریکایی مستقر در خاک لهستان به نیروهای اوکراینی برای آموزش کمک می‌کنند. نظامیان آمریکایی برای تقویت قوای ناتو در مواجهه با تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به شرق اروپا اعزام شدند. CNN افزود آموزش نظامی یکی دیگر از راه‌هایی است که آمریکا تلاش می‌کند بدون رویارویی مستقیم با قوای روسیه و ارتش اوکراین یاری رساند، چرا که یک رویارویی مستقیم منجر به جنگی گسترده خواهد شد. رسانه آمریکایی در ادامه گزارش داد مقامات کاخ سفید به این شبکه خبری گفتند که در خاک لهستان سربازان اوکراینی به طور معمول با نظامیان آمریکایی در تعامل هستند. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت نیروهای آمریکایی در صورت حمله بی‌سابقه چین از تایوان دفاع خواهند کرد. به گزارش ایرنا، بایدن در مصاحبه با شبکه CBS در پاسخ به پرسش آیا شما از تایوان دفاع خواهید کرد گفت بله، اگر یک حمله بی‌سابقه رخ دهد. بایدن در پاسخ به این سوال که آیا منظورش این است که برخلاف اوکراین نیروهای آمریکایی از تایوان در صورت تهاجم چین دفاع خواهند کرد، پاسخ داد بله. بایدن همچنین گفت که او و شی جین پینگ رئیس جمهور چین با سیاست چین واحد موافق هستند. تایوان در مورد استقلال خود قضاوت می‌کند و ایالات متحده آنها را به استقلال تشویق نمی‌کند. بایدن در ادامه گفت که هنوز برای بحث در مورد احتمال حضور دوباره وی در انتخابات 2024 ریاست جمهوری آمریکا زود است. وی به شبکه CBS گفت از نظر قانون انتخابات و برای اتخاذ چنین تصمیمی خیلی زود است. بایدن خاطر نشان کرد که اگر چه در مورد تصمیم خود برای نامزدی دوباره در انتخابات 2024 صحبت کرده است، اما هنوز باید دید که آیا تصمیم قاطعانه برای انتخاب یک دوره دیگر در قدرت خواهد گرفت یا خیر. تنش بین چین و جزیره تایوان اخیراً به شدت افزایش یافته است و این تنش‌ها ماه گذشته با سفر تحریک‌آمیز نانسی پلوسی به تایوان به اوج رسید و باعث شد ارتش چین رزمایش بی‌سابقه نظامی را در اطراف این جزیره برگزار کند. چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و هشدار داده که آماده است با قوای نظامی در برابر جدایی طلبان اقدام کند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.